خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در کنار شما هستم، با شما هستم و امیدوارم که این یک ساعت رو بتونیم به خوبی خوشی به اتمام برسونیم. الان داشتم این کامنت هایی که شما عزیزان برای ما فرستادید و این آقایان میگن که به صورت رندومی یا چند تاشون انتخاب کردیم و حتما باید امشب بهشون جواب بدید، همین اولین کامنتی که گذاشتن راستش رو بخواین نظر من رو به خودش جلب کرد، چرا که یک عزیزی نوشته بود که من از نروژ برنامه شما رو میبینم. سلام آقا پیمام، از نروژ برنامه شما رو میبینم، فقط میخواستم این پرسش رو از شما داشته باشم، چرا در استودیوی برنامه شما پرچم شیر خورشید نیست؟ کاملا اصلا این پرسشی که کردید به جاست، کاملا درسته. ما راستش رو بخواین نگاه این قسمت برنامه رو، این قسمت که این گلوگیا و باغ و بلاغ اینجا گذاشتن، ما آمدیم چیکار کردیم؟ اصلا طراحی کرده بودیم برای این پرچمای که ایستاده هست، این پرچم بزرگا، حتی رفتیم تمام کارش انجام دادیم، جناب آقای سردبیر به خودشون فشار آوردن رفتن پرچمی رو که گرفتن. دوستان این پرچم نازکا بود که آمدیم اینجا تست زدیم، جناب دوستان فنی ما گفتن نه اصلا خوب نیست. چرا؟ چون این دوتا پروژکتورهایی که الان این بر اون بر هست، به محض اینکه این روشن میشد این پرچم اینقدر که نازک بود اصلا اون جذابیت خاص خودش رو نداشت. به همین خاطر ما از دوستان خواستیم که یه دونه از این پرچمای خیلی خوشگل پشکل خیلی اینجوری پارچه‌ای درست حسابی رو برام بیارن. به محض اینکه آمد، ما مخلص شما هم هستیم، این جاش اینجا هست، اینجا از تکون نمیخوره، همینجا هست، مطمئن باشید که ما اینو میاریم. بله این پرسش شما به بالای سر حتما این کارو خواهیم کرد، خود ما مشتاقیم این کارم کردیم، چون قبلا هم این پرسش رو از ما داشتید. ولی خب میگم این پرچمه چون بی کیفیت بود و دوستان گفتن که نه این نباشه، با این پرچمایی هست که قشنگ نور از اش عبور نمیکنه، اون رو میخوایم بیاریم اینجا بذاریم به کوری چشم جمهوری اسلامی. این کار هم انجام خواهیم داد، خیالتون جمع باشه. اما یکی میگه سنجاق سینه هم بزنید. نه همین لباس ها رو که از اینا میگیریم میپوشیم با خودش کلیه. خب پرسش دومی هم که داشته، یکی نوشته که آقای بهبودی شما در مواقعی که دست مسئولین جمهوری اسلامی عصبانی و ناراحت میشوید فوش میدهید، آیا امکان دارد که این کار را نکنید؟ نگاه اون حرامی ها وقتی از دست ما عصبانی میشن تیر به قلب ما شلیک میکنند، به ما تجاوز میکنند در شکنجگاه های خودشون، ما رو از زندگی ساقط میکنند، هر بلایی که دلشون میخواد سر ما میارن. بعد شما از من انتظار دارید که من وقتی عصبانی میشم از دست این حرامزاده ها، اونم نه الکی، واقعا وقتی میام اینجا گنگکاری هاشون رو میگم، از پشت پرده هاشون میگم، شما انتظار دارید که ما همین کار رو هم نکنیم؟ نه عزیزان، از شما خواهش میکنم لطفاً، البته خیلی ها تشویق میکنن که اون حس خالصی که داریم ما دوست داریم و واقعا هم حس خالص منه، من که مرض نرم از صبح تا شب بلند شم بیام اینجا هر کسی رو بگیرم ببخشید یا دشنام بدم یا توهین بکنم و اینها، نه، چون این حق این حرامی هاست. خود علی خامنه ای که به زبان اون خدای ساختگیشه بعضی وقتا میاد یه سری حرفا رو میزنه که آدم کرکوپرش میرزه. اون میگه من ولی امر مسلمین جهان هستم، اون میگه من قرآن رو از آخر به اول میخونم و از آخر، من که این ادعاها رو ندارم، من گفتم دیوار رو هم نمیپرستم، یه خدایی دارم کنار قلب من، ایشون فعلا به من گیر نداده، هر وقت به من گیر داد مطمئن باشید که من این کار رو نخواهم کرد، اما این کار رو ادامه خواهم داد، چرا که آن چیزی که از دلم برمیاد برای شما میگم، آن لحظه اختیار خودم رو ندارم حالا بیام با الفاظ مثلا بگم که آقایان، آقای دکتر مثلا رئیسی، آقای حضرت آیت الله امام خامنه‌ای، تمام مردم ایران برینن به هیکل اینا، لطفا اینو از من نخواهیم. اما موضوع پرسش سومی که از من داشتی میگه آقای بهبودی من در آمریکا زندگی میکنم و هر شب برنامه شما رو میبینم، خیلی خوشبختیم. این که دیشب گفتی جمهوری خواهان و شخص ترامپ پیروز انتخابات آینده ریاست جمهوری است درست نیست، بلکه این دموکرات ها هستن که دست بالا را دارن. خب عزیزان
بذارید من یه خواهش از شما بکنم. حالا شما طرفدار دموکرات هستید، یه گروه دیگه از بینندگان ما طرفدار جمهوری خواه هستن، ما طرفدار مردم ایران هستیم. هر کی از تو آمریکا که طرفدار مردم ایران باشه براش دعا میکنیم، از خدای کنار قلبمون میخوایم که حتما پیروز بشه، اون حزب هم براش خلاصه از طبیعت میخوایم که پیروزی به دست بیاره. حالا شما دموکرات هستید ناراحت میشید. من بعضی وقتا اولی که من حرفا رو از تک پلی خودم که در نمیارم، من اولش هم به شما عرض کردم ما رسانه های زیادی تو دنیا داریم، فاکس نیوز هست، البته الان دیدم تو ادامهش هم یه چیزی نوشتی که آره شما منبعتون فاکس نیوز، ما تو آمریکا بهش میگیم نمیدونم فلان. خب حالا اینا بماند، ولی من فقط منبع من اون نیست، خیلی از شبکه های دیگه، خیلی از خبرگزاری ها هستن که خروجی هاشون وقتی صبح به صبح منتشر میشه، من وظیفمه وقتی میخوام بیام اینجا با شما بشینم صحبت بکنم باید اطلاعات کامل داشته باشم. مطمئن باشید فقط اون نیست، ما جمهوری خواه نیستیم. اینکه اونها میدانیم اگر ترامپ بیاید به نفع مردم ایران خواهد بود، ما خیلی خوشحال میشویم و میایم میگیم. و بعد اینکه من اومدم گفتم که این اتفاق خواهد افتاد، اتفاقا شما فکر کنم برنامه دیشب رو خوب توجه نکردید، چون من دیشب به شما گفتم قبل از اینکه این مناظره فیس تو فیس به چهره در چهره جناب آقای بوز بایدن و جناب آقای ترامپ انجام بشه، اینها تو نظرسنجی ها خیلی نزدیک به هم بودن، داشتن تنه به تنه می‌زدن. من گفتم به شما، حتی اومدم گفتم دیگه اینها رو هم لطفاً یه ذره کم لطفی نکنید نسبت به ما. من حتی اومدم گفتم که متاسفانه هی این پرونده های بحث اقتصادی جناب آقای ترامپ هی داره در میاد، امیدوارم که اینها کار دستش نده. ولی خب دیگه بعد از این اتفاق ترور کل خبرگزاری‌ها، چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها، اومدن واقعا اذعان کردن و اعتراف کردن که الان توپ تو زمین جمهوری خواه هاست و مطمئنن اینها پیروز خواهند شد. و حتی امروز من در مورد موضوعات امروز آمریکا قرار خیلی با شما صحبت بکنم که چه اتفاقاتی افتاده. حتی همین خانم نانسی پولوسی که قبلا رئیس مجلس بود تماس تلفنی داشته با جناب آقای گوز بایدن که همه کرونا گرفتن، تموم شد، خوب شدن، دارن زندگیشون رو میکنن. ایشون تازه کرونا گرفته، الان تو اون ویلای خودش کنار ساحل داره زندگیشون میکنه، استراحت میکنه، با کسی هم ارتباط نداره، ارتباط فیس تو فیس، چهره به چهره. ولی خانم نانسی پولیسی کمی رئیس اسبق مجلس بوده، باش ارتباط گرفته و یه دموکرات تیریه، میدونید که خیلی هم زینفوزه تو همه جا، و ایشون برگشته بهش گفته که جناب آقای بایدن تو بهتره که هرچه سریعتر بیای استعفا بدی، فعلا وزنه ترازو به سمت جمهوری خواه، مشخصا به سمت ترامپ، تو اصلا نمیتونی در مقابلش پیروز بشی و اینها، بذار عرصه رو خالی کن برای یکی دیگه از این بچهای دموکرات که بتونن بیان، حالا یه دونه از این فرمانداراست، یا حالا خانم میشایل اوباما همسر حسین اوباماست، یا حالا همین خانمی که همین الان معاون اول رئیس جمهوره، اینها یکیشون بیان خلاصه علم بکنن، ما بتونیم بگیم که بله یه نیروی تازه نفس آوردیم، شما مردم بیان به این رأی بدید، بلکه بتونیم حاجت بگیریم. خب اینا بحثایی که الان داره میشه تو تمام دنیا، تو تمام خبرگزاری ها هم دارن میزنن، ما اینها رو میبینیم به شما میگیم. حالا شما خیلی ناراحت هستید بگید که نه دموکرات ها میارن. خب باشه، من نمیدونم اگر واقعا مردم آمریکا میخواهند یک همچین فاجعه‌ای رو مجددا تکرار بکنن، بدن به دموکرات‌ها رأی بدن، اما یه ذره تحمل بکنید، فردا نظرسنجی‌ها بیرون میاد، نظرسنجی‌های بعد ترور جناب آقای ترامپ بیرون میاد، بعد بریم خلاصه در موردش صحبت بکنیم. من مطمئنم اون نظرسنجی‌ها رو خواهم آورد و اینجا در موردش صحبت خواهم کرد. من نه متولد آمریکا هستم، نه پدر مادرم اونجا هستن، نه وابستگی به اونجا دارم، به همین خاطر حالا چه جمهوری خواه بشن یا چه دموکرات ها بشن برای من چه فرقی میکنه. اما از اونجای خوشحالم که به هر حال تو سخنرانی های جنی ویس معاون جناب آقای ترامپ و خود ترامپ و طرفداران ترامپ که همین نمایندگان کنگره و چون در مجلس و اینها هستن، آمدن همیشه به جمهوری اسلامی نقد کردن، گفتن که ما حتما بیایم جلوش خواهیم ایستاد، تکلیف و مشخص خواهیم که خواهیم به نفع ما مردمه، که مطمئن باشید ما بیشتر طرف اونها رو میگیریم. چرا که ترامپ جو بایدن در این 4 سالی که رئیس جمهور بود بازی به برده ما مردم ایران رو باعث شد که ما ببازیم، تحریم ها رو برداشت، چه میدونم پشت دست با این جمهوری اسلامی لابی کرد، این همه بلا چه تو این
مراکز نظامی، پایگاه نظامی تو عراق و تو جاهای دیگه که آمریکا داشت، این همه نیابتی های جمهوری اسلامی با موشک ها و تسلیحات و پشتیبانی های جمهوری اسلامی به اونها حمله کردن، حتی تو یک فقره 3 تا از سربازهای آمریکایی هم کشته شدن، ولی متاسفانه جو بایدن بی‌لیاقتی خودش رو نشون داد، کما اینکه اگر ترامپ بود هیچ وقت یک همچین اتفاقی نمی‌افتاد. پس لطفاً کم لطفی نکنید. اگر شما واقعاً طرف مردم ایران هستی، پس لطف بکنید چند وقت هم حالا یه چشم‌پوشی بکنید. حالا 4 سال دموکرات موندید، یه ذره بذارید باد به طرف ما هم بدمد. اما از ساعاتی قبل یک اختلال جهانی به وجود آمد، فکر کنم دیگه خبرشو همه شما شنیدید. خوشبختانه من الان دیدم مایکروسافت همین دقایقی قبل یک بیانیه صادر کرد و گفت مشکلات کلی رو ما حلش کردیم، ولی خب الان مشکلات جزیره‌ای زیر مجموعه این مشکل بزرگ بود که باید اینها رو حالا یه ذره زمان میبره، نمیتونیم بگیم همین فردا درست میشه. متاسفانه از ساعاتی قبل که الان صبح امروز مشخصا بود، خیلی از فرودگاه‌ها برنامه‌هاشون کلاً به هم خورد، از ترکیه بگیر تا استرالیا و کانادا و حالا آمریکا که از ساعتی قبل شروع خواهد شد کلاً به یک روزشون. این اتفاقات تو اقصا نقاط دنیا افتاد، این وقت تو اروپا هم آمد، حتی تو آلمان و اینجا هم این اتفاقات افتاد. بعضی مدارس متاسفانه، بعضی از بیمارستان ها حتی عملهای خودشون رو به عقب انداختن، چون همه داشتن از این سیستم ویندوز مایکروسافت استفاده میکردن که این شد. اما ساعتی قبل بود، حالا قبل از اینکه مایکروسافت بیاد بگه که ما مشکل رو حل کردیم، نگران نباشید هیچ اتفاق بزرگی نیفتاده، ما این رو داریم پشتیبانی میکنیم که حل بشه، یک مسئله دیگه ایرم عنوان کرد که این بود: واکنش مایکروسافت به اختلال جهانی ناشی از نقص عملکرد ویندوز. شرکت مایکروسافت اعلام کرد که در حال انجام اقدامات جبرانی برای رفع این مشکل مرتبط با ویندوز است. ما همچنان با پیامدهای مداوم برنامه‌های کاربردی معیوب مایکروسافت 365 مقابله می‌کنیم. و در ادامه‌ش هم اومد گفت که اصلا این یک حمله سایبری نبوده، هک نبوده، اصلا تو این داستان‌ها نبوده و داریم رفعش می‌کنیم و هیچ مشکلی نیست. اما دوستان، شب گذشته یک اتفاقی در اسرائیل افتاد. شب گذشته یک اتفاق اصلا غیر منتظره، شوک آور برای دولت مردان اسرائیلی افتاد و اون حمله پهبادی حوثی های یمن به قلب تل آویو و به قلب اسرائیل بود. شب گذشته مشخصا 4 پهباد و 1 موشک از سمت حوثی های یمن به سمت اسرائیل پرتاب شد که به قول حالا گفته خود نیروهای نظامی آمریکایی، 3 از پهپادها رو اونا تونستن رهگیری بکنن، منهدم بکنن، 1 موشک رو رهگیری بکنن، منهدم بکنن. ولی یک چیزی که تعجب آور بود، این پهپادی بود که مسافت 2000 کیلومتر رو، شما می‌بینید که از اسرائیل تا به یمن بیشتر حدود 2000 کیلومتر خلاصه فاصله است. این پهپاد برای اولین بار طوری برنامه ریزی شده که اینها اصلا فکرش رو نمی کردن، طوری برنامه ریزی شده که در ارتفاع بسیار پایین و از سمت دریا به قلب اسرائیل یعنی تل آویو رسید و تو یک مرکز بسیار شلوغ که کنار ساحل دریا هم هست اصابت کرد. حالا خوشبختانه اون ساختمانی رو که این پهپاد بهش اصابت کرد و این پهپاد یکی از بزرگترین پهپادهایی بود که الان ارتش اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل آمد گفت که آره این مرسد 3 بوده که اینو جمهوری اسلامی تولید میکنه، حوثی‌ها به گور باباشون هم بخندن بخوان یک همچین چیز رو تو منطقه خودشون بخوان تولید بکنن، نه این تولید جمهوری اسلامیه و مملو از مواد منفجره بود که وقتی آمد به این ساختمانی که داشتن این ساختمان رو تعمیر میکردن اصابت کرد. ولی خب تو همون ساختمان هم یه چند نفری هنوز زندگی میکردن که متاسفانه یک آقای 50 ساله‌ای کشته شد از این حمله و نزدیک 9 نفر، حالا این ترکش هایی که گرفت اینها رو، بعضی هاشون شدید زخمی شدن، بعضی ها اصلا دچار شوک شدن. تو 3-4 نفر رو خود اورژانس تل آویو داشت اعلام میکرد، میگفت 3-4 نفر اصلا شوک شدن چون حجم صدای این
انفجار به حدی بود که کل تل‌آویو مردم این صدا رو شنیدن. و جالب اینجاست 20 متری 20 حالا 30 40 متری این ساختمانی که مورد اصابت این پهپاد قرار گرفت یه خیابونی میخورد که انتهاش سفارت سابق ایالات متحده آمریکا بود که بعد از اینکه ترامپ آمد و یه 4 سالی رئیس جمهور شد، اگر یادتون باشه گفت من به خاطر اینکه اون بحث بیت المقدس و اون پیمان ابراهیم و داستان و اینها آمد دستور داد گفت سفارت ما رو از تل آویو بردارید ببرید بیت المقدس. بعد از اون اینجا دیگه کارهای کنسولی انجام میدادن. به هر حال اونجا مقر آمریکایی ها بود و این اتفاق همه رو شوکه کرده. خود ارتشیای چه میدونم همین اسرائیل آمدن گفتن که این یک جورایی اشتباه فردی بوده، نه اینکه مثلا گنبد آهنی نتونسته و فلان، سربازی پشت سیستم نشسته بوده، احساس میکرده که اینی که ما هیچ وقت انتظار نداشته که مثلا از این بر موشکی بیاد، حالا از این بر پهپادی بیاد، احساس میکرده که این باید همین تو ساحل یا حالا تو یک منطقه چه میدونم که آب باشه با اینها سقوط میکنه و این رهگیری نکرد و منهدمش نکرد که این اتفاق به هر حال فاجعه بار پیش آمد. یک انسان کشته شد، 9 نفر زخمی شدن. در قلب تل آویو این اتفاق افتاد، تو یکی از خیابانهایی که منتهی به دریاست و مردم اونجا کلی رستوران و بار و مردم میان اونجا برای عشق و حال، جمعه شون هم بود و همه رو یه جورای شوکه کرد. و الان یک سوال بزرگه برای مردم که آیا مثلا دولت جناب آقای نتانیاهو نمیتواند جلوی این پهپادها رو بگیره. از طرف دیگه یک مسئله‌ای که پیش آمد مسئله این بود که هرچه به سرعت محسن رضایی که یه زمانی فرمانده سپاه تروریستی بود و همین الان هم با حکم علی خامنه‌ای تو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و چه میدونم اینجور جا هست، آمد سریع واکنش نشون داد و گفت که این حمله پهپادی حوثی ها آغاز یک ماجراست. یعنی یک آتیشی الان روشن شد، ایشون آمد حسابی روی این آتیش بنزین ریخت. اشکالی نداره، تو آمدی این حرف رو زدی، ما هم که به بینندگان گفتیم که به زودی قرار بود یک اتفاقی بیفته، حالا خودتون دارید گزک دست میدید، اشکال نداره، قرار بود 2 ماه دیگه این اتفاق بیفته، حالا خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد. که من امروز دیدم ما ابو ترابی نماینده علی خامنه‌ای هم تو نماز جمعه امروز اومد برگشت گفت که من دست برادران نمیدونم حوثی رو میبوسم فلان میکنم، اینها کاری کردن کارستان، ما این کار رو خواهیم کرد، آمریکا رو به زانو خواهیم درآورد، اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و فلان و اینها. خب اسرائیل هم که تا به امروز به همه ما نشون داده که میگه که اگر زدی ضربتی نوش کن، تا یکی میزنی یکی بزنی دوتا میزنه، دوتا جواب میده. من دیدم ساعتی قبل یکی از آقای گالانت بود، یکی نه آقای گالانت وزیر جنگ، حالا وزیر دفاع هرچی هست تو اسرائیل، آمد گفت مطمئن باشید ما پاسخ خواهیم داد. ساعتی قبلم دفتر نخست وزیری اسرائیل به تمام کابینه‌ای که باید تو اون کابینه جنگ شرکت بکنن گفتن که باید بیان برای سالن جلسات دفتر نخست وزیری که قرار امشب جناب آقای نتانیاهو یه سری مسائل رو مطرح بکنه. خب اینا هم دیدید که خروجی تمام این جلساتی که برگزار میکنن بعدش جنگ خواهد بود. البته امروز 2 تا دیگه پهپاد هم از سمت نیابتی های عراق و از سمت خرس‌الله حزب‌الله اونا آمد که اونا رو خلاصه موشک های رهگیری اسرائیل تونست اونا رو منهدم بکنه، اونا حالا زیاد مهم نیست. اما این آقای گالانت برگشت گفت که مطمئن باشی جمهوری اسلامی که سر اختاپوس و تمام این داستان ها از گور اینها داره در میاد، مطمئن باشید که ما به زودی جوابشون رو خواهیم داد. حالا ما منتظر هستیم ببینیم که این اتفاق کی رخ خواهد داد و ما مردم ایران از این بابت خیلی خوشحال خواهیم شد اگر اسرائیل جواب جمهوری غارتگر و تروریست اسلامی رو بده. اما موضوع بعدی که میخواستم خدمت شما، آها این موضوع رو بذارید من بگم. الان بندهای خدا از دیروز سالهای به ما گفتن وقت نکردیم. آقا چابهار دوستان عزیز ما با ما ارتباط گرفتن، میگن آقا پیمان جان مادرت اگر میشه
از این تریبونی که داری حالا خیلی ها میان میشینن نگاه میکنن مسئولم هستن اینا، بهشون بگید آقا چابهار اینجا وضع خیلی خرابه، ما ساعت 8 شب میایم ماشینامون رو تو این صفهای کیلومتری میذاریم، فردایی 8 صبح نوبت به ما میرسه که بخوایم بنزین بزنیم، سوخت اینجا کمیابه. مسئولین علارغم اینکه میان تو رسانه ها میگن نه هیچ مشکلی نداریم، همه چیز اوکی، همه چیز طبیعیه، نیست، خیلی غیر طبیعی هم هست. برای اثبات صحبتشون اتفاقا دیشب برای من یه فیلمی فرستادن که نمیدونم حالا رضا اینا گذاشتن نذاشتن، آها من نفرستادم براتون، امروز میفرستم، برنامه تموم شد برای شما خواهم فرستاد. و گفتن که آره نگاه بکن آقا پیمان این فیلم بیدم او کلی صف وایستادن، یعنی خاک بر سر شما گندگوزا که پای صحبت شما میشینیم، مگس را در هوا نل میکنید و این کار رو میکنید و اون کار، پد نمیتونید یه دونه شهرستان رو بهش بنزین برسونید که الان مردم چند روزه درگیر این قضیه هستن. اما دوستان نفت فرات قاره هم از من خواستن که میگفتن آقا پیمان ما که همیشه جمعه ها الان یه چیز اگه چندین ماه اعتراضات خودمون رو داریم، بچه های نفت و گاز، و جمعه ها میان راستم میگه این اعتصاباتشون هست، اعتراضاتشون هست، که ما کم کم داریم الان بدنه رو پیدا میکنیم، بچه ها دارن متحد میشن. یهو دیدید یک روز آمدید دیدید که کلن اصلا نفت و گاز کلن پرسنلش و شرکت های تابعش کلن اعتصاب کردند و تعطیل شدن. خواهیدم یه جور شریان مالی برای جمهوری اسلامی، اگر این بچه ها نباشند و کار نکنن، اینها واقعا دیگه چه میدونن باید کتلشون رو بردارن برن تعزیه، چون دیگه آهی در بساط ندارن که بخوان یک ساعت بیشتر مملکت رو به جلو پیش ببرن. این بچه هم که هر روز هر هفته جمعه ها میان اعتصابات دارن، اعتراضات هم دارن، خواسته هاشون هم خواسته های به حقه. خب این هم گفتم، اما از هر چی بگذریم سخن دوست خوشتر. راستی امشب جایی نرید، من قرار جناب آقای گوزیده یا همین آقای پوزیده یا آقای ظریف جمهور، البته این که انتخاب نکرده، دم دستگاه علی خامنه‌ای، دم دستگاه کمر به پایینش رو نمیگم، منظورم اون عوامل بیتش رو میگم، اونها با این دلغک ظریف نشستن یه قل قل کردن آقا یه سری افراد رو برای کابینه جناب آقای گوزیده انتخاب کردن که واقعا اوضاع خیلی بیریخته. این قرار بود مثلا از یه افراد اندیشمند استفاده کنه، از یک سری افراد کارشناس نخبه اینا، آقا یه مشت عرازل و اوباش الان اسامیشون اینجاست، میخوام امشب براتون بخونم، اصلا خیلی باحاله، خیلی باحاله، و در مورد هر کدومشون میخوام یه خیلی سریع با شما در موردش صحبت کنم. اما یه موضوعی که الان چند وقته هی بچه‌ها به من میگن که آقا پیمان بگو دیگه این دولت نمیدونم طرح خرید خودروهای دست دو رو تصویب کرده، فلان کرده، این یک اتفاق بزرگ، آقا پیمان دیگه پراید نیست، دیگه پژو نیست، دیگه فلان. آقا من هی میخوام بیام بگم شما برنامه وقت نمیشه در موردش صحبت بکنم، خدا وکیلی شما تا به امروز دیدید که این آخوندا به شما خیر برسونن، خدا وکیلی تا الان شما دیدید که این جمهوری اسحالی به شما مردم ایران خیر برسونه. عزیزان من، این داستان، این داستان خریده نمیدونم خودروهای دست دو برید بخرید، نمیدونم 4-5 سال از عمرش گذشته با اینها، یه جور شیطنت دولت جناب آقای پروفسور اون مرد رئیسی بوده. چرا؟ چون این طرح سال گذشته مجلس، طویله مجلس تصویب کرده بود، بعد اینو داده بود به دولت که دولت اینو ابلاغ بکنه، ولی از اونجایی که باند مافیای خودروسازی سایپا و نمیدونم اینو ایران خودرو و فلان بسیار بسیار سنبه پرزور و قوی بودند و پشت دست داستانهایی داشتن، این طرحی که تو مجلس تصویب شده بود برای خودش سالها، حالا یک سالی داشت تو کشوی جناب اون آقای حمال مخبر برای خودش خاک میخورد. اون آقا این طرحو نمیداد بیرون که مثلا ابلاغ بشه که یک همچین اتفاق بیفته. چرا؟ هی بهونه می آورد، میگه بانک مرکزی به ما گفته آقا شما میخواین ابلاغ بکنین، عرض این رو چجوری میخواین
شما تأمین بکنید. ما یه بانک مرکزی که ارز نداریم. من اون دفعه خدمت شما عرض کردم که اینها گفتن که آقا ما به شدت جمهوری اسلامی گفته بود، به شدت کمبود تو خودشون گفته بود، طرح محرمانه بود که من خدمت شما اومدم گفتم، گفته بودن که باید هزینه ها رو بسیار کم بکنیم، حالا خریدهای خودمون رو از اون بر کم بکنیم. چرا؟ چون واقعا نقدینگی دلار اصلا نداریم، ارز خارجی نداریم. اینجا هم این مدرک آمد، البته قبل از این فرضین که الان بانک مرکزی، قبلش نمیدونم حالا کی بود، اون آمد گفت که آقا ما تحت هیچ شرایطی ارز نداریم که تامین بکنیم. میدونید که شما مثلا حالا گیرم حالا اینا اومدن اینو ابلاغ کردن، خب شما که با پول ریال، با این پول تخمی تخیلی جمهوری اسلامی کله خمینی که نمیتونید بلنشید بهت خارج از کشور به شما ماشین بدن، با این پول کله خمینی پشکلم با آدم نمیدن. پس چی باید اینو دولت یا بانک مرکزی ارزش رو باید اول تامین بکنه عزیزان من؟ و اگر جناب آقای پروفسور که چی حالیش نمیشد، رئیسی خداوکیلی حالیش نمیشد، حالا این حماله یه چیزایی سرش میشد، اینم گذاشته بود تو کشوش، اگر قرار بود همین پارسال که مثلا مجلس اینو تصویب کرده بود دولت بخواست ابلاغ بکنه، عزیزان من همون پارسال دلار میشد، هر یک دلار میشد 150,000 تومان. همین الانش هم اگر اینا بخوان ارز رو تامین بکنن که مردم، خب همه مردم ایران الان دلشون میخواد، مگه حالشون خرابه که نرن مثلا پراید رو بندازن کنار، پژو و پارس و فلان و اینا رو بذارن کنار، برن مثلا از چه میدونم اروپا با این ور و اون ور ماشینای با 3-4 سال عمر ولی طلا رو بردارن بیارن، تویوتا سوارشن، چه میدونم ماشینای های کلاس بنز سوارشن، بی ام و سوارشن. خب مطمئن باشید این شیطنت دولت پروفسور رئیسی بود که توپو انداخت تو زمین پزشکیان که اینها الان با چالش مواجه بشن. این تو تشکیلات پزشکیان هم عملی نخواهد شد عزیزان من. اینقدر ما زود باور نباشیم، اینقدر ساده نباشیم که فکر بکنیم این رژیم جنایتکار میخواد یه خیلی به ما برسونه. اگر اینها بخوان این کار رو بکنن، اگر اینها بخوان این کار رو بکنن، من و شما یعنی ارزو تامین بکنن، بگن بیا پیمان بکودی ارزتو بانک مرکزی تامین کرد، برو برای خود یه تویوتا از اون ور بیار، برو از اون ور یه دونه مرسدس بنز بیار، برو از اون ور یه دونه نیسان بیار، دیگه کی میاد این خودروهای تخمی تخیلی چینیشونه که مونتاژ کردن هر کدومو 2 میلیارد، 3 میلیارد، 1 میلیارد گذاشتن بفروشن، وقتی تو میتونی با ارزی که تامین میشه با 1 میلیارد بری توییتای 2-3 ساله فرداری بیاری، واقعا میای بعد این خودروهای تخمی تخیلی چینی رو میخری، بعد اینها این همه جنس وارد کردن، قطعات وارد کردن. همین آقای چیچی آبادی بود، زر آبادی، احمد آبادی، فلان آبادی، قبل از فرزین رئیس کل بانک مرکزی بود، همین مردک آمد گفت ما پول نداریم تامین بکنیم که مردم برن از اون ور، ولی بعد مشخص شد 3 میلیارد دلار به قطعه سازان، به همین مونتاژ کاران، اینا که نمیشه گفت خودرو ساز، از این ور اون ور میارن مونتاژ میکنن، به همین مونتاژ کاران پول داد، اینا رفتن از چین و پین همین بدنه‌های الکی و غیر استاندارد رو برداشتن آوردن، چوب کبریت دارن میسازن به خورد شما مردم میدن. پس شما مطمئن باشید مافیای خودروسازی در ایران، مافیای قطعه‌سازی در ایران این اجازه رو به اینها نمیدهد این کار رو انجام بدهند. این دولت که دیگه تموم شد، یه 10-15 روز دیگه آقای گوزیده میخواد بیاد به عنوان ظریف جمهور کار بکنه. شما فهم کنید ابتدا به ساکن خزانه ای که خالیه بیاد میگه آقا بگر جارو بزن هر چی اونجا دلار پولار تلی بده مردم برن خودرو بیارن، برن خودرو بیارن، یهو یک آشوبی تو بازار به وجود بیاد که همین دلار رو که با زور و زحمت نگرش داشتن بکننش 100,000 تومان، 150. اون موقع بعد میدونی دیگه چه اتفاقی میفته؟ اون موقع دیگه کلا باید پولهای جمهوری اسلامی رو که پشکلی همین الان بیش نیست بذارید کنار، دیگه تو ایران تمام داد و ستدها میشه دلار. اون موقع میدونی چه اتفاقی میفته؟ دهک متوسط به پایین همه دیگه، خیلی عذر میخوام، ببخشید خیلی عذر میخوام، خودم رو میگم، باید برم دم در قبرستون بشینم که آماده بشم برای مردن. دیگه میشه یک مملکت کاملا سرمایه‌داری که اون 5%، 10%ی که دارن آنچنانی و از مال نامشروع به دست آوردن اونا زندگی میکنن، بقیه ما همه باید از گرسنگی بمیریم. پس این اتفاق نمیفته، جوم نگیرید اینکه ما الان بخوایم این کارو بکنیم، بابا این
طرحو که داده بودن که حتی خب اگر یادتون باشه سال گذشته گفتن آقا برید حتی خودروی تا صفر هم بردارید بیارید، چی کار کردن؟ کل یک سال آماریه که خود گمرک آورد بیرون، 22,000 تا اینا تونستن خودشونو جر بدن، شرکت ها رو دارم میگم، شرکت های خصوصی خودشونو جر دادن، 22,000 تا خودروی صفر وارد کردن، اونم گمرک چون پشت دست با مافیای خودروسازی و قطعه‌سازی فوقافاکش داشتن و داستان داشتن، اینقدر عیب گذاشتن، اینقدر گیر دادن، اینا تونستن 14,000 خودرو رو وارد بازار بکنن. یعنی یک کشوری که مثلا گنجایش اینه داره که تو میلیونی خودرو بیاری مردم ازت بگیره، مرده وقتی میره پراید فکستنی رو میگیره، یه پرشیا و پژو و این سمن پمندای تخمی تخیلی رو میگیره، تو از اون بعد بری هیوندا بیاری، مزدا بیاری، بی ام و بیاری، بز رو هوا میزنه. یعنی این بازار پتانسیل اینه داره که تو میلیونی بیاری تزریق بکنی بهشون. بعد این کشور 85 میلیونی رو رفتی 20,000 تا خودرو آوردی، تازه 6,000 تاشو گمرک اجازه ترخیص نداده، 14,000 تا رو اصلا چیزی نیست. خب پس این سیاسته، این رژیم جنایتکار آخوندی که همین پروفسور اونجا خلاصه دست نشاندش بود، این دمدمای آخر میخوام برن، میخوام بگن که آه این طرحو ما دادیم ولی نگاه بکنید پزشکیان نتوانست انجام بده. نگاه، کار پدر پزشکیان هم نیست، کار پدر پزشکیان هم نیست. چرا؟ چون این خودروسازا میدونید که حق امام میدن به علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای اونجا نشسته کونش گنده است، هر روز صبح خاویار میخوره، فاویار میخوره، از کجا میاره؟ حمام منصوری که دوزار بهش میدادن دوتا میزدن، اونجا که این پول از اون موقع نمیتونست در بیاد، این چیکار میکنه؟ همین درآمد نامشروع از خودرو، از امام رضا، از امام زاده، از امام فلان، از همینا میگیره. تو فکر میکنی این میاد درآمد خودش رو میبنده که مردم توییتا سوارشن بگن او مردم ایرانی که نیومدن رأی ندادن، ریدن به هیکل من، جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن، مشروعیت من رو زیر سوال بردن، من بدم اینا بی ام و بنز و توییتا و اینا سوارشن، زی خیال باطل. خب اما دوستان برویم، چون خیلی ها از من سوال میپرسید که آقا این پزشکیان دیگه دو سه روز دیگه باید بره این دولت تحویل بگیره، این وزیر وزراش کیان، چی شد، چرا این دیشب غش کرد افتاد طرف، به قول گلکات دکف زنان طرف رفتو، نمیدونم دیشب پریشب بود کجا بود دیگه، این آخرین مراسم سوم بود، نمیدونم هفتم بود، چی بود، رفته بود اونجا شرکت کرد اون مردکی اسکول، یهو از اون بالا غش کرد افتاد، ما فیلمش هم برداشتیم گذاشتیم. به من میگن که آه این چی شد، این نمیخواد واقعا وزرای خودش رو فلان. چرا دوستان، اینها به هر حال بالاخره به یک نتیجه رسیدن، یک مشت اراذل اوباش رو معرفی کردند، یک مشت اراذل اوباش رو معرفی کردند به عنوان وزیر. نگاه اینا هر کد اینا ظریف یه شب آمد تو تلویزیون برگشت که آقا ما کمیته ها فلان، کمیته ها اینجوری، کمیته ها دارن میگردن از بین نخبه ها و فلان، کمیته هاشون داشتن میگشتن تو آتا آشغال های اصلاح طلب ها، یک مشت آرسل نوپل از خدا بیخبر رو بردارن بیارن به عنوان وزیر و وکیل به ما بندازن. این لیستی که الان جلوی منه، من وقتی اینو داشتم نگاه میکردم برای من خیلی جالب بود، برای من خیلی جالب بود از این بابت که این پسر جهرومی بود، آذری جهرومی که تو دولت روحانی جوانترین وزیر انتخاب شد، بعد رید تو ارتباطات و مخابرات و فلان، این قائم مقام ستاد انتخاباتی پزشکیان بود. و جالب اینجاست همین امروز که من این لیست الان به دست من رسیده، آمده توییت کرده که نمیدونم خدا من رو نبخشد اگر من دنبال پست و مقام بوده و خیال همه شما را جمع خواهم کرد که پست و مقام در دولت رئیسی، در دولت آقای گوزیده نخواهم گرفت. همینجا الان اسمش سه تا وزارت خونه است، یعنی اینجا نشد، اونجا، اونجا نشد، اونجا، اونجا نشد، حتما جای سوم بهش پست بدم. خب یا مثلا وزیر ظریف آقای مالکش اعظم، یادتونه دیگه، آمد تو تلویزیون همه جا اعلام کرد نه من اصلا دوباره پست نیستم، فلان نیستم و اینها. بعد من آمدم به شما گفتم چی؟ آمدم گفتم این غلط کرده، میگه من دنبال پست نیستم. پزشکیان رفته پیش علی خامنه‌ای گفته ازت خواهش میکنم، برات میمالم، براقش میکنم، این رو به عنوان چی انتخاب کن؟ به عنوان معاون اول من.
یادتون هست دیگه، فیلم هست مال یک هفته قبل، برید نگاه بکنید. الان درست تو این لیست همین اتفاق افتاده، اسم ایشون رو به عنوان گزینه اول گذاشتن. خب اما تو این لیست رو من وقتی داشتم نگاه میکردم، یه دو تا اسم نظر من رو بدجور به خودش جلب کرد، بدجور به خودش جلب کرد. یکی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای محمد مصلحی. محمد مصلحی چهارشنبه تو دادگاه بزن بزن داشتن، همسایه‌ها زده بودن سرشو شکونده بودن. چرا؟ میگفتن آقا پیمانی یک بین، اینو جدی دارم میگم، گزارشش برام اومده. گزارشش برام اومده، الان دادم تلگرام بچه‌ها بذارم. میگن آقا پیمانی هنوز وزیر نشده، وکیل نشده، چون تو دولت اونا نمیدونن این قرار وزیر آموزش پرورش بشه. میگن یه هنوز هیچ گوزی نشده، فقط چون تو ستاد گوزیده بوده، سه تا ماشین داره، خودش ماشین داره، زنش ماشین داره، بچه هاش هم ماشین. میگه یه دو تو ساختمانی که ما همه با هم میشینیم این یه جای پارکینگ داره، ولی اینقدر غالطاقه، اینقدر کثیفه، اینقدر رزل و بسته، اومده سه تا جا رو پر کرده که ما ریختیم گرفتیم، تو بزن من بزن، علی شیر خدا فلان بزار، زدن سرش رو شکوندن. چهارشنبه با باند پیچی کرده بلند شده و رفته بود اونجا، رفته بود دادگاه. بعد این جناب آقای ظریف و جناب آقای گوزیده میگن از نخبگان کشور هستن، میخوان این رو به عنوان گزینه وزارت آموزش پرورش معرفی بکنیم. اینم یکی از این داستان ها. و اما دوست، الان میخوام یکی یکی براتون بخونم و بگم کیا هستن، وقت داریم، مثلا نگران نباشید، من اینها رو میبینم اعصابم میریزه به هم. مثلا تو اینها آمدن، حالا بذار خب من بذار بخونم. اصلا آقا رئیس دفترش رو سه تا گزینه انتخاب کرده، آقای علی عبدالعلی زاده که همین آقایی که رئیس ستاد جناب آقای بوزیده ظریف جمهور بود. گزینه دوم محسن حاجی میرزایی که بازم تو همین دفتر و فلان. گزینه سوم مصطفی مولوی، اونم تو همین دفتر با اینها تو این انتخابات بود. این شد رئیس دفتر. اینو داشته باشید. معاون اول جناب آقای محمد جواد ظریف نشست اونجا بر خودش میوه تر و تمیز و شیک و برداشت، بعد اومد اینجا دلغه میگه نه من که اصلا دنبال پست مقام نبودم، من اولا فقط کمک بکنیم و فلان، کمک بکنیم بهترین پست دیگه در از تو بشین معاون رئیس جمهور، یعنی در از رئیس جمهوری. پزشکی ها که همش تو باغ و بلاغ و تو مراسم و تو دستبری و دست اندازی و مرسی خونی اونجا جاست، تو بازم میشی همه کاره این دولت. جالبه نفر دوم و کیه؟ نفر دوم دوستان حسین دهقان رو زدم، همین سردار سپاه که قبلا وزیر دفاع بود، قبلا فلان بود، یه فالانج آدم کش کسافتی که همین الان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان نمیدونم یه جایی رو داره، اینقدر اون تو کسافت کاری هست. ما زدیم، برید تو رادیو گیلان تو تلگرام نگاه بکنید، همین آدم دارن اونجا اصلا یک جورای پول پاشی میلیاردی میکنن، یعنی خر رو دارن تو اون شرکت های بنیاد مستضعفان و بنیاد امام و فرمان امام و اینا، دست بیل و همه مال خامنه ای دیگه، اون زیر مجموع همه میخورن میخورونن، تموم شد رفته کار. اونو میخواد بیاره بکنه معاون اول خودش. خب البته اینی که من میدونم این از طرف خود این گوزیته نیست، یا اصلا دفتر علی خامنه‌ای بهش پیشنهاد، اگر یادتون باشه من گفتم علی خامنه‌ای گفت بود معاون اول تو بیخیال شو، وزیر اطلاعات تو بیخیال شو، نمیدونم کیو بیخیال شو و فلان. خب نفر سوم که سید حسین مرعشی، اونم بازم همون چه میدونم تو همون تشکیلات و پشکیلات همین هاست. اما معاون اجرایی محمد جعفر قائم پناه، من نمیشناسم، اینجا رو داشته باش، محمد جواد آذری جهرومی، همین امروز توییت کرد، برید تو توییتر اسمش رو بزنید ببینید چی توییت کرد. برگشت گفت من اصلا تحت هیچ شرایطی قرار نیست نه پستی بگیرم نه مقامی بگیرم، فقط تو این ایام اومدم یک تلاشی کردم و فلان. همین بیناموسی که تا الان به من میگن چرا فوش میدی، همین بیناموسی که تا قبل از اینکه مردم مثلا حالا در و دسته خودشون مردم که اصلا ورود نکردن، این رأی رو بندازن تو اون سوراخ،
میگفت زنده باد ایران، بعد که دیگه رأی پیو گرفت میگفت چی زنده باد حکومت اسلامی امام حسینی و فلان، اینا اینجور بی‌ناموسن. خب الان اینجا اسمشو دادن به عنوان معاون اجرایی. نفر سوم کیه؟ آقای صالحی امیری. آقای صالحی امیری کیه برادران؟ آقای صالحی امیری معاون فرهنگی وزارت اطلاعات، معاون فرهنگی وزارت اطلاعات که تو وزارت اطلاعات اون زمانی که ما تو مجلس بودیم آقا می آمد مجلس که بالا تو بعضی کمیسیون ها جواب پس بده فلان بده، بهش میگفتن ببخشید عذر میخوام، بهش میگفتن چوس بیبو، اینو خود نماینده ها میگفتن، یعنی هیچ خاصیتی این نداشت، فقط اطلاعاتی. خواه اطلاعاتی هم ذاتش آدم فروشی، سر به نیز کردن، ساقط کردن از زندگی، اینو میخواد بیاره بکنه معاون اجراییش. خب من از چی دارم میسوزم؟ از این دارم میسوزم که آقای گوزیده برگشت تو اسمس های خودش، تو انتخابات خودش گفت من آدم های جوان رو میارم که تا حالا اسمش رو شما نشنیده باشه، اینا هر کدوم 80 سال سنشونه، اگر اینها جوانن بس ما دیگه نوجوان و خردسال و اصلا ما بیبی هستیم دیگه، دیگه چی باید بگیم؟ صالحی امیری الان 70 سالشه، مثلا این معاون اجرایی تو یه نفر میخوای عین کش تنبون ولش کنی در بره، یعنی بود و اینجا کار و فلان. این مرده که همون زمان که حالا یه ذره جوان‌تر بود، من 15 سال پیش مسئولیت داشتم تو مجلس، این میامد اونجا همون موقع اسلو موشن بود، یواش 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 میامد میرفت یه جا آروم آروم حرف میزد، بعد برمیگشت میرفت. این الان میخواد بیاد چه غلطی بکنه من نمیدانم، من نمیدانم. البته تو دولت این مردک بنفش یه زمانی اومد تو وزارت ارشاد، بعد رفت نمیدونم کمیته ملی المپیک ورزش، اصلا یه چیزایی که هیچ کدوم به هیچ کدوم ربط نداشت. اما معاون امور زنان و خانواده خانم سمیه توحیدلو، شهیندخت ملا فردی، آذر منصوری، نگاه من میدونی از چی خندم میگیره؟ اینا سه نفر جز به کمیته های انتخاب بودن. نگاه نشستن برای خودشون یه سفره پنگ کردن، زنگ زدن مثلا عباس آقا کبابی، گفتن آه بیا یه 50 سیخ کباب و جیگر و دل و غلبه و نانسنگک و ندوغ و کوفت و پیاز و اینا، برای خودشون دور یه سفره نشستن، گفتن آه مثلا تو دلت میخواد کجا بری عیزم؟ تو میری معاون اجرایی؟ نه نمیری، وزیر فلان میشی. این ستا خانوما هر ستاشون تو این کمیته ها بودن، کمیته انتخاب وزیر وزرا و معاونین و فلان و اینها. خب اینم از این. بریم برسیم برای معاون مجلس، امور مجلس، جناب آقای رضا آستانه، جلال جلالی زاده، محمد دامادی که نمایندن و فلان اینا اینا، حالا بماند. معاون حقوقی آقای داوود گرامی، جمشید ممتاز، امیر حسین رنجبریان. در صورتی که پزشکیان هر جایی که میرفت سخنرانی میکرد، به خاطر اینکه تحویلش بگیرن، به خاطر اینکه آدم حسابش بکنن، به خاطر اینکه بگن آقا خر آمده، کنارش یه آدم درست حسابی به نام محسن برهانی که طرفدار مردم هست، حقوق سرش میاد فلان، همه جا اعلام میکرد که معاون حقوقی من ایشونه، مشاور حقوقی من ایشونه، آقای محسن برهانی. به محض اینکه خرش از پل گذشت، این خر اولین کاری که کردن دیدید زدن طرفو. چرا؟ چون طرف مردم بود. محسن برهانی الان تو زندانه، یک بار نرفته بگه چرا تو زندانه، برای چی؟ تو که همین الان خامنه‌ای حرفتو میخونه، تو نمیتونستی بگی آقا اینو لطفا بیا بیرون که تو دل مردم جا بگیری، بس نشون میده تو هم یه دجال و کثیف مثل خود علی خامنه‌ای هستی. اینم شد معاون حقوقی. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیاد، فرشید گلزاده، داور نظری علی بقالا، این اصلا پستی نیست. وزیر ارتباطات و فناوری و فلان، حمید فرهنگ، سجاد بنایی، حسین اسلامی، من نمیشناسم. وزیر اطلاعات آقای محسن اسلامی، آقای سید علی خمینی، سید محمود علوی، اینا همشون قبلا امنیتی بودن، علوی که قبلا خودش وزیر اطلاعات بود، خب اسم اینا رو هم داده. وزیر امور اقتصاد و دارایی حسین عبد تبریزی، مسعود نیلی، عبدالناصر همتی،
اینا قبلا مسئولیت داشتن در زمانی که بودن. همین آقای همتی که خیلی بیاد نقد میکنه آقا چرا اینجوری شده فلان شده، در دوران خودش هم گن زده بود قیمت دلار چقدر بود، این آمد بانک مرکزی رو تحویل گرفت، بعد وقت که بانک مرکزی رو تحویل داد به نفر بعدی دلار رو برید نگاه بکنید چقدر بود. نیلی هم که یه آدمیه فقط میتونه بیاد تو تلویزیون بشینه، کسی که تئوریست یعنی هیچ وقت به صورت عملیاتی و میدانی نمیتونه کاری بکنه. حالا اینا هم زده. وزیر امور خارجه آقای عباس عراقچی، خب تخت روانچی مهدی ستایی، من مهدی ستایی رو کار ندارم، تخت روانچی تا الان 16 بار سکته تخمی تخیلی کرده. همین گوریل هست، گوریل انگوریل، بذار الان دارید برنامه منو میبینید سرچ بکنید تو گوگل آقای تخت روانچی نگاه بکنید ببینید چی اصلا گوریل انگوریل. من اینو میبینم یاد گوریل کارتون گوریل انگوریل میافتم. این بعد آقای عباس عراقچی، آقای عباس عراقچی همونی بود که معاون این آقای چیچی اعظم بود، دستمالدار اعظم، مالکش اعظم، که اسرائیل با 18 چرخ بلند شد آمد رفت ترقوز آباد، تمام اسناد و مدارک هسته‌ای اینها رو برداشتن رفتن، بعد احمدی نژاد آبروی اینها رو برد. همین آقای عراقچی رو آمدن باش صحبت کرد، آقا میگن که آمدن اسرائیل آمد تمام چیزای هسته‌ای رو برداشت رو اسرائیلیا رو سر کار گذاشته بودن، ترقوز آباد اونجا قالی شویی بود فلان. بعد احمدی نژاد با ما رئیس جمهور گفت آقا اومدن خر و با بار بردن، 4 تا چیز هم اضافه هم بردن. خب تو اینو میخوای برداری بیاری این چی بکنه؟ مثلا به عنوان چی وزیر خارجه چیت بشه؟ چه کاری میتونه بکنه؟ کجا اینو میشناسه؟ این همون موقع یالانچی ظریف بود، هر جا ظریف میرفت اینم دنبالش راه میافتاد. حالا و اما برسیم به وزیر آموزش پرورش آقای محمد مسلحی. من خیلی دوستم آقای محمد مسلحی، همین الان بیا جلوی تلویزیون خودشو نشون بده. یه طرف سرش هندوانه بالا اومده زدن همسایه‌ها سرشو چپوندن. آخه این آدمی که با این شخصیتی که همین الان یک لومپن جنایتکار کثیفه به خاطر ماشین زنش و بچه‌هاش و فلان و اینها با همسایه‌ها دست به یقه میشه، بعد این میخواد بیاد وزیر چه میدونم صدها هزار فرهنگی بشه؟ این آدم بی فرهنگی کسی تو آمدی اسمشو برداشتی اونجا زدی به عنوان گزینه یه نمیدونم وزارت آموزش و پرورش. خانم فاطمه مهاجرانی هم زدی، علی اللهیار هم زدی، حالا اینا رو که من نمیشناسم. وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی علی تاجرنیا، علی کاظمی خالدی، سید رضا رئیسی هم نمیشناسم. وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی غلامرضا شریعتی، حجت میرزایی، علی نمیدونم چی. وزیر جهاد کشاورزی سید فرشاد فاطمی، بهرام فیاضی، غلامرضا فلان. خب وزیر دادگستری محسن اسماعیلی، وزیر دادگستری کیه؟ وزیر دادگستری شما میگفتید ما اصلاح طلبیم میخواییم بلند شیم بیایم نمیدونم جلوی اصولگرای های تون رو بایستیم، جلوی این دولت رئیسی بایستیم فلان بود، شما آمدید هد اینها رو برداشتید دارید میکنید وزیر دادگستری. اسماعیلی رئیس دفتر جناب آقای پروفسور بالتازار بود، پروفسور رئیسی، این نمیخواییم بردارید بیارید اونجا نمیدونم وزیر دادگستری. نفر دوم کیه؟ آقای مصطفی پور محمدی، مصطفی پور محمدی این آمد، این همه آمد گیر داد به پزشکیان، این همه آمد به شما اصلاح طلبها حرف زد. همین مصطفی محمدی داستان 67 جوانان ما رو دستور اعدامش رو داد با جناب آقای پروفسور رئیسی و فلان، یه قاتله. بعد اومده با تو رقابت کرده، اینو برداشتی الان می‌خوای بری تو کابینه خودت بکنی مثلا اینو وزیر، اینم در جای خودش جالب. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مثلث مهدی فرحی، سعید محمد، محمد اسلامی. سعید محمد کیه؟ سعید محمد همین گروه رائفی پور. سعید محمد چه کاره؟ سعید محمد سردار سپاه. سعید محمد کیه؟ سعید محمد قبلا تو دولت رئیسی رئیس عالی شورای عالی مناطق آزاد کل کشور، قبل از اونم که همون خاتم الانبیای سپاه پاسداران رو داشت. اینو میخوای بیاری تو تشکیلات خودت باش. وزیر راه و شهرسازی خیرالله خادمی، خیرالله خادمی، خادمی، سید هادی بهادری، محسن هاشمی. محسن هاشمی پسر جناب آقای رفسنجانی که توی مناظری تو تلویزیون داشتن، طرف که آقا برادر دوز، خواهرت اونجوری، نمیدونم اون اینجوری، تو اونجوری، زمانی که مدیر عامل مترو تهران بودی اون پولا اونجا گم شد، این فلان اینجا گم شد، این یهو عصبانی شد
مرده رو به فوش خوار مادر گیره، این قرار بیاد بشه وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت معدن و تجارت مهدی غضنفری که قبلا بوده که گن زده بود دوباره میخوان برش دارن، تو دولت روحانی بود الان میخوان دوباره بیارنش اینجا. سرنا ستاری، همین سرنا ستاری هم قبلا معاون علمی رئیس جمهور بود، همه بودن، گوش میدی، همه اینها بودن تو تشکیلات، هیچ که از بیرون نیومده. وزیر علوم تحقیقات و فناوری محسن افشارچی، محسن روشن، محسن نیلی احمد آبادی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین انتظامی، حجت الله ایوبی، علی اصغر شفیعیان. وزیر کشور مجید انصاری، علی باقری، محمد حسین مقیمی. انصاری که تو دولت این مرد خاتمی بود، علی باقری رو نمی‌شناسم، محمد حسین مقیمی هم معاون عمرانی وزارت کشور تو یه زمانی بود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سید محمد بهشتی، همون که شبیه ترامپ موهای طلایی داره، اون الان فکر کنم 99 سال، نزدیک یک قرن دیگه سن و سالشه، اون رو تازه میخواد بیاره از میبت بکنه وزیر. وزیر فرهنگ، گردشگری و فلان الهام فخاری، ایمان حاجی زاده. وزیر نفت سعید محمدزاده، حمید بازرگان، امیر حسین زمانی نیا. وزیر نیرو مصطفی رجبی مشهدی، محمد آقایی، سید زمان حسینی. وزیر ورزش و جوانان، دوستان اونایی که از رش دارن برنامه ما رو میبینن اینو توجه داشته باشن، آقا وزیر ورزش و جوانان رفته اسمش رو زده جناب آقای سردار سید علی آقازاده. سید علی آقازاده سردار سپاس، همین الان دو تا پسر داره، یه دونه تو معاون اطلاعات سپاهه، یه دونه تو معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات. خانواده بسیار شدید مذهبی، یکی دو بار نماینده مردم رش شد، انقدر آدم بیخاصیتی بود برای مردم، برای خانواده خودش خوب بود، انقدر آدم بیخاصیتی بود، فرمانده نیروی انتظامی بود، سوابقشو بذار بگم. این آقا قبلا فرمانده سپاه بود، فرمانده سپاه استان گیلان، بعد شد فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان، بعد شد نماینده بازنشست شد، بعد شد نماینده مجلس، بعدم شد نماینده مجلس. خب یعنی این تا الان شاید هم یه دونه توپ به پاش نخورده. تو مجلس تو کدوم کمیسیون بود آقا؟ کمیسیون اجتماعی بود، فرهنگی بود که یه جورایی خلاصه ربطش بدیم؟ نه، تو کمیسیون امنیت ملی. کیو بزنیم، کیو ترور بکنیم، کیو بکشیم، اینو الان آوردن. من نمیدونم، جالبم اینجاست مسئولیت ستادی غالیباف رو همین دوره داشت و انتخابات، اینو الان آوردن جزء گزینه وزارت ورزش و جوانان. سید علی آقازاده حجت نظری، محمد جواد آذری جهرومی، همینجور جهرومی میگم مثلا نمیخوام شرکت بکنم، اونجا معاون اجرایی شده، اینجا وزیر ورزش شده، اونجا نمیدونم وزیر فلان شده. اوکی. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آقای جعفر ساده ایمن آبادی، محمد جعفر ایرانی، ابوالقاسم خوشرو. نگاه اینا رو من میخندم چون خب من تو این 10 سال برنامه رادیو گیلان خال اینا رو خوندم، مثلا من با اینها داستان داشتم. مثلا جعفر زاده حالا درست جانباز دو تا پا نداره، البته قبلا پا داشت، ولی بعد که دیگه اومد نماینده مجلس شد، مسئولیت گرفت، دوتا پاهاشو کند، از این پاهای آلمانی هم داشت، دوتا پاهاشو کند، گفت الان نون تو ویلچره، اومد دیگه از اون بعد تو ویلچر سوار شد، بعد شد نماینده مردم رشت. بعد یک منطقه‌ای بود به نام کوچه اصفهان که پای تخت عرقسگی ایران، پای تخت فرهنگی عرقسگی ایران به نام کوچه اصفهان. این آقا اونجا معادن شن کنار رودخانه رو که در حد و حدود رودخانه بود و نباید از اونجا شنی برداشت بشه چون بعد رودخانه وحشی میشه، طغیان میکنه، باغ و بجار مردم آب میبره، این از اون روابط خودش استفاده کرد، برادر خانومهای خودش رو و برادر خودش رو به اینها شرکت ثبت کردن، خلاصه نصف منطقه رو خوردن. اون الان قراره بیاد بشه رئیس معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و فلان اینا. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابراهیم شیخ، محمد جعفر اکرم جعفری، فاطمه پهلوان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پژمان شیرمردی، علی اصغر زاران، اینا هم دارن میگذرن، اینا زیاد مهم. محمد اسلامی، محمد اسلامی همین الان رئیس انرژی، یعنی اصلا دیگه نشون میده که با
اصلا دولت رئیسی و دولت من و اصلاح طلب و اینها که ما میگفتیم قرار اصلاح طلب پشم گوش میدی، تازه چند تا اصلاح طلب آوردن اینجا فرو کردن، اونا فردا میان میگن آقا ما اینو فیش رو بردیم پیش آقا، آقا اونا رو خط زد ببخشید. کلن میشه کلن میشه نیروهای جناب آقای علی خامنه‌ای، رئیس سازمان برنامه بودجه مسعود نیلی، سید علی مدنی، عباس آخوندی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست محمد درویش، اینا انصاری، محمد صدیق محمدی، رئیس سازمان ملی استاندارد پیروز حناچی، مجید فراهانی، فلان فلان، رئیس بانک مرکزی مهدی غضنفری، مجید قاسمی، علیرضا بلگوری، دبیرخانه مناطق آزاد اکبر افتخاری، محمد رضا یزدانپناه، محسن نریمان. این لیستیه که این آقا آماده کرده، از خودش هم که اختیاری نره، این الان باید ورداره ببره پیش علی خامنه‌ای بگه آقا بیا اینهایی که شما دلتون میخواست شما انتخاب کردیم آوردیم خدمت شما، حالا کدومو شما دوست داری بیا برای خود انتخاب بکن، جا به جایی رو انجام بده که ما دیگه بریم مثلا کارو حالا بخوایم شروع بکنیم. اینم این بود که شما هی به من میگفتید آقا داستان که فلان چیه. اینم این جناب آقای دونالد ترامپ، میدونید که دیگه این گرد هماییشون هم تموم شد، جناب آقای ترامپ هم اومد اینجوری سخنرانی بسیار غرایی کرد، اتفاقا گیر داد به جمهوری اسلامی، گفت من میام پدر صاحب بچه رو در میارم، و یه گیری هم به تروریست های حماس داد، گفت این چند تا اسرایی که توشون آمریکایی هم هست دیگه گروگان گرفته بودن تو هفته اکتبر، گفت که اونها رو هر چه سریعتر آزاد بکنین مگر اینکه من پام برسه به کاخ سفید، بعد اون موقع من یک جواب دندان چکن به شما میدم. این کارا رو میکنه آدم ازش خوشش میاد. جناب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و کاندید جمهوری خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آخرین شب مجمع ملی جمهوری خواهان در میلواکی رسما نامزدی ریاست جمهوری ایالات متحده را ریاست جمهوری جمهوری خواهان رو رسما پذیرفت. دونالد ترامپ در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به وضعیت کنونی ایران تحت مدیریت دولت جو بایدن گفت جمهوری اسلامی در زمان من ورشکسته بود و پولی برای خرابکاری نداشت، اما اکنون در دولت بایدن جمهوری اسلامی از همه تحریم ها رها شده و در آستانه تولید تسلیحات هسته‌ای است. اینم از داستان جناب آقای ترامپ. یه چند تا موضوع اینجا هست وقتم نداریم، من میخواستم در مورد افغانی ها صحبت بکنم، متاسفانه امروز یک جنایت خونین دیگه را افتاد، نمیدونم وقت میشه این رو بگم نمیشه، بذاریم فردا شب دیگه، برای امشب بسته. فقط این رو میخواستم به شما بگم، خیلی از بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی برای من پیام فرستن که آقا پیما این بی پدرها که همیشه 25 و 26 هم حقوق ما بازنشسته همی چست مثال حقوقی که به ما میدادند و چه میدونم این حقوق ما به هزار تا درد و هزار تا قسط میدادیم، الان چند روزه پا گذاشتن جلوی حقوق رو گرفتن به ما نمیدن، چرا دارن مردم آزاری میکنند و فلان. خب حکومت جنایتکار و آخوندی نفسش کلن مردم آزاریه. اما دوستان عزیز، آیا شما میدانید خب بازنشستگان تو کشور کم نیستن؟ این تعدادی که هست اینا هر روز اگر پول شما رو یه روز دیرتر بدن چقدر سود به جیب همین دولت و این رژیم جنایتکار میره؟ بذارید اینو من براتون بخونم، برنامه امشب رو تموم بکنیم. سود روزانه بانکی از تأخیر پرداخت حقوق بازنشستگان برای تأمین اجتماعی رقمی معادل 34 میلیارد و 833 میلیون تومان است. بر پدرتون لعنت. مجید گودرزی کارشناس اقتصادی گفت سود بانکی تأخیر پرداخت حقوق بازنشستگان برای سازمان تأمین اجتماعی رقمی معادل 34 میلیارد و 833 میلیون تومان است که در میان حساب کتاب‌های سازمان گم می‌شود. هرچند این مبالغ در دستگاه سازمان تأمین اجتماعی رقمی به حساب نمی‌آید، اما می‌تواند در معیشت بازنشستگان، یعنی همین پولی هم که دارن میدن به شما همونجا هم دارن سر شما کلا میذارن، سودشو از شما میگیرن، بعد اون پول رو به شما میدن. خدا از اینها نگذره. آقا خیلی خوشحال شدیم از اینکه امشب در خدمت شما بودیم. مراقب خودتون باشید. همه شما رو تا شبی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.